آشپزی با نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه شیرینی زولوبیا هستش. زولوبیا یکی از پرطرفدارترین و پرمصرفترین شیرینی سفره ماه مبارک رمضان هستش. اگر این زولوبیا در خونه تهیه بشه و تازه باشه، هم خیلی با صرفه است، هم با کیفیت تر و سالم تر و مطمئن تر. مواد مورد نیاز: نشاسته گل حدود 110 گرم، یک لیوان سرخالی که منظور از لیوان همون لیوانهای دستدار فرانسوی هستش. ماست چکیده 1/2 پیمانه. آرد گندم 1 قاشق غذاخوری. بیکینگ پودر حدود 1/2 قاشق چای خوری. شربت بار که منظور همون شربت غلیظی هست که برای زولوبیا و بامیه استفاده میکنیم، 1 قاشق غذاخوری. زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری. روغن مایه 1 قاشق غذاخوری و جوش شیرین 1 قاشق چای خوری. مواد مورد نیاز برای شربت زولوبیا: 2 پیمانه شکر، 1 پیمانه آب، 1 قاشق غذاخوری گلوکوز که جز مواد اصلی نیست ولی روی کیفیت زولوبیا و براق شدنش خیلی تاثیر داره، 1 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه یا میتونیم از جوهر لیمو استفاده بکنیم، 3 قاشق غذاخوری گلاب، 2 قاشق غذاخوری زعفران دم کرده، چند تا دونه هل یا 1/2 قاشق چای خوری پودر هل. روغن هم به اندازه نیاز برای سرخ کردن. برای شربت زولوبیا 1 ظرف بر میداریم، روی حرارت قرار میدیم، آب و شکر رو با هم مخلوط میکنیم، دیگه به هم نمیزنیم تا شکر خودش کامل حل بشه و به جوش بیاد. با 1 برس آغشته به آب لیمو دور ظرف رو تمیز میکنیم تا شربت شکرک نزن. شکر که کامل حل شد و چند دقیقه شروع به جوشیدن کرد، گلوکوز رو اضافه میکنیم. گلوکوز رو شما میتونید از لوازم قنادی فروش ها بخرید، قیمتش هم نسبتا مناسب هست. اگر میخوای بازاری بشه زولوبیاتون، حتما از گلوکوز استفاده بکنید. چند تا دونه هری رو که داشتیم اضافه میکنیم و آب لیموی تازه. اگر از جوهر لیمو استفاده کردید، 1/2 قاشق چای خوری جوهر لیمو بریزید و میذاریم تا شربت قوام بیاد. بعد از اون زعفرون دم کرده و گلاب رو هم اضافه میکنیم. بعد از اینکه قوام اومد، حرارت رو خاموش میکنیم. اگر شربت خیلی هم غلیظ باشه شکرک میزنه. شربت بعد از سرد شدن باید میزان غلظتش مثل عسل باشه. تهیه زولوبیا میایم نشاسته گل رو داخل 1 ظرف بزرگتر میریزیم، ماست رو بهش اضافه میکنیم. ماستی که استفاده میکنیم اگر چکیده باشه خیلی بهتره، از ماست تازه استفاده نکنید. حتی اگر تازه بود یه مقدار بذاریم بیرون تا ترش بشه و اگر بتونید تو خونه ماست آماده بکنید، ماست خانگی باشه که خیلی بهتر. اینا رو با هم دیگه خوب مخلوط میکنیم، به هم میزنیم تا یه مقدار صاف و یک دست بشه. بعد میایم روغن مایه، شربت غلیظ
زعفرون دم کرده رو اضافه میکنیم و با هم مخلوط میکنیم همراه با آرد. اینا رو میتونیم با دست به هم بزنیم یا اینکه 5-6 دقیقه با همزن برقی. در حین هم زدن بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنیم و باز به هم میزنیم تا یک مایه یک دستی رو به ما بده. اگر دیدیم مایه‌تون شله میتونید یک قاشق غذاخوری نشاسته بهش اضافه بکنید و اگر دیدین خیلی سفته میتونید یک قاشق غذاخوری ماس بهش اضافه بکنید، چون نوع نشاسته ها و میزان رطوبتشون با هم یه مقدار متفاوت هستش. بعد از اینکه مایه یک دست شد میایم در ظرف رو میذاریم یا به وسیله سلفون میپوشونیم و حدود یک ساعت در محیط آشپزخونه قرار میدیم تا مایه ترش بشه. بعد از یک ساعت استراحت جوش شیرین رو اضافه میکنیم. جوش شیرین رو زمانی اضافه میکنیم که دیگه میخوایم زلوبیا رو سرخ کنیم. بعد که خوب مخلوط کردیم داخل قیف میریزیم با ماسوره ساده یا اینکه داخل ظرف سس می‌ریزیم. غلظت مایه زولبیا باید در این حد باشه. دو سانت روغن داخل یه ظرف می‌ریزیم. ظرف رو روی حرارت ملایم قرار میدیم. بعد از اون به شکل مایه رو به شکل دورانی داخل روغن میریزیم. همه زولبیا ها رو دونه دونه سرخ میکنیم به همین شکل. یک سمت که سرخ شد دوباره سمت دیگر رو سرخ میکنیم. برعکس بامیه شهد زولبیا یه مقدار باید گرم باشه. بعد داخل صافه میذاریم. بعد از اینکه هر دو طرفش سرخ شد و داخل شهد قرار دادیم داخل صافی قرار میدیم. زیاد توی شهد نذارین. اگر میخواین خیلی شیرین باشه میتونین مدت بیشتری داخل شهد قرار بدین. با مقدار موادی که داشتیم حدود 16 تا زولوبیا به این اندازه آماده شد. البته اندازه زولوبیا ها بستگی به سلیقه خودتون داره. امیدوارم شما هم این زولوبیا های خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بپیوندید. ممنون و متشکرم.